سلام و روز بخیر بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی از رادیو آزادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 20 می. کارانتین شدن بیش از 20 نفر در خوجند دوشنبه با نشانه های التهاب شش و شبهه کرونا ویروس. سفارت حضور مهاجران تاجیک را در مناقشه مسکو رد کرد. و نظر ساکنان درباره موفقیت منیجر در آزمون یوروی دنیا. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 22 کس را در شهرهای خوجند دوشنبه با نشانه های التهاب شش و شبهه کرونا ویروس به کارانتین گرفتند. نمایندگان اداره تندرستی ولایت سغد روز 19 می تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 4 نفر را در رابطه با کرونا ویروس و 15 کس دیگر را با علامت های التهاب شش زیر نظارت دارند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در دوشنبه 3 کس مشکل شش دارند، اما گرفتاری آنها به بیماری همگیر تصدیق نشده است. این خبرها در حال می رسند که وزارت تندرستی 5 ماه باز درباره نبودن حالت های گرفتاری به کووید 19 در تاجیکستان خبر می دهد. عبدالمولان عبداللهزاد از سردار مرکز بهداشتی ولایت سغد روز 19 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت روز 17 می شهروند 47 ساله عربستان سعودی منصور علی قاسم را با نشانه های بیماری کرونا ویروس در شفاخانه کسلی های سرایتی خوجند به کارانتین گرفتند. او افزود 3 کارمند مهمانخانه که همراهش در تماس بودند نیز به گوشه نشین وادار شدند. به گفته سردار مرکز بهداشتی ولایت سغد تست شهروند عربستان در تشخیصگاه لقمان حکیم مثبت برآمد و یک نسخه تشخیص را به دوشنبه فرستادند و منتظر نتیجه هستند. معلوم نیست که چرا نتیجه تست این شهروند سعودی در تاجیکستان به آمار رسمی وارد کردن نشده است. پزشکان و شخصان نزدیک به او میگویند هرچند نتیجه مثبت برآمد نشانه های بیماری را ندارد و از این رو دوباره آزمایش میکنند. در همین حال به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 3 کارمند یکی از نهادهای سازمان ملل در دوشنبه با نشانه های التهاب شش بستری کرده شدند و این سازمان بعضی از کارمندان خود را به کاری فاصلوی فرستاده است. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی روز 19 می بر رادیوی آزادی گفت این 3 کارمند واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند و تنها تشخیص شش آنها را نگران کرده است. مقامات تاجیکستان میگن از 10 ژانویه امسال به این طرف در کشور یگان حالت گرفتاری با کووید 19 تصدیق نشده است، ولی بعضی از ساکنان متخصصان به این شبهه دارند. قاسم جمر توقیف رئیس جمهور قزاقستان روز 19 می با سفر رسمی به تاجیکستان آمد. او را در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت امام‌علی رحمان پیشواز گرفت. این سفر دوم توقیف به تاجیکستان در منصب پرزیدنت قزاقستان می باشد. او ماه یونی سال 2019 برای شرکت در همایش 5 مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به تاجیکستان آمده بود. سفر رئیس جمهور قزاقستان به تاجیکستان در حال صورت می گیرد که آخر ماه اپریل مانی تاجیکستان و قرغیزستان همسایه کشور قزاقستان درگیری های خونین صورت گرفت. بر اثر این زد و خوردها از دو جانب ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. رئیس جمهور قزاقستان روز 30 اپریل از ختم مناقشه مسلحانه میان تاجیکستان و قرغیزستان و آغاز گفت و شنید بین نمایندگان دو کشور استقبال کرده بود و آن زمان با رهبران تاجیکستان و قرغیزستان تلفنی صحبت داشت. درباره نتیجه سفر قاسم جمر توقیف شما را در نشریه میبادا آگاه خواهیم کرد. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید. مسئولان سفارت تاجیکستان گفتند که در مناقشه روز 18 می در شهر مسکو شهروندان کشور حضور نداشتند. این در حالی است که خبرگزاری رسمی تاس روز 19 می نوشت که یک گروه از شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان در مسکو زنازنه کرده 6 کس زخمی و 9 کس دیگر دستگیر شدند. کارمند خدمات کنسولی سفارت با یاردمچی سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در خیابان ورناتسکی اوکسانا شلیکوا ملاقات کرد. نامبرده اطلاع داد که شب 18 می
شوهای نیز به وقوع پیوسته است، اما شهروندان تاجیکستان اشتراک نداشتند و یگان نفر آنها بازداشت نشدند، گفت نماینده سفارت تاجیکستان در روسیه روز 19 می در نامه به رادیوی آزادی. پیشتر یک منبع تاس در مقامات حفظ حقوق گفته بود که در مناقشه 15 شهروند قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک کردند. نماینده سفارت به نقل از شلیکوا گفت مناقشه تنها میان شهروندان قرقیزستان روی داده، معلومات رسانه‌های روسیه درباره اشتراک شهروندان تاجیکستان در آن دروغ می باشد. خبرگزاری تاس روز چهارشنبه از قبل خدمات مطبوعاتی اداره پلیس مسکو نوشته بود که زن و زن بین مهاجران در یک قهوه‌خانه در جنوب غرب مسکو سر زد. موفقیت منیجر سنگین در آزمون بین‌المللی موسیقی یوروویژن در کانتنت تاجیکی اینترنت سر و صداهای زیاده را به بار آورد. بسیاری ها از موفقیت و استقبال گرم کردند، برخی هم گفتند او کشور دیگر را معرفی میکند و به این خاطر از او جانبداری نمی کنند. همکاران ما در خیابان‌های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که درباره منیجر، صنعتی او و موفقیت‌های اخیرش چی نظر دارند. من خدا منیجر را دستگیری می کنم، چون که دوریست دو ساعتی دوی شب شیشتم تماشا کردم و چی خیلی که میگن زبانی روسی با یا بلیلا زنیو یا اوچین سیلن بلیلا. خدا با شکر که من بینید فینال ببر اومد. آینده من فکر میکنم که بایرق تاجیکستان همیشه بالا میبردارد تاجیک کنیم. اما سوی بیاک ملت یک ادم پیش قدم پیش چی بوره ادم پسند میشه کنیش در فکر دیم. فکر ما غالی بیره. نمیدونم میبخش تو. سرودوی نازا میخونم. یعنی که در از گوگلم یک جود وای کردم کاز در موضوعش تماشا کردم. یک سراینده اروس هم او را در آغوش گرفت، یعنی که او را در آغوش گرفت و او یعنی که از خرسندی به او را در آغوش گرفت. از من فکر میکنم که خیلی آبوزی نظره، این فخر تاجیکستان است. اگر تاجیکا مثلا یکان در علم در چیز پیش میرفتن به حد خوشنود میشدم. امید دارم که او پیروز می شود، هرچند او با شناسنامه تاجیک هم نباشد، اما اصلش تاجیک است، از این خاطر از او جانبداری خواهم کرد. پیش از همه افتخار دارم که وای هموطنی ماست. نوابسته به آنه که چند سال اخیر در روسیه به سر می برد، او لباس اروپایی را با لباس ملی خودمان هماهنگ کرد. این بسیار خوش است که آدمان نوابسته در کجا زندگی کردنشان از اصل خیش ارج می گذارند و همیشه از وطن و فرهنگشان یاد می کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 می را فرا می گیرد. بیستومی می سال 2020 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت اعتراض کارگران چینی شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در شهرک زرنیسار که اولتین تابکنی پیشینه می باشد خاموش کرده شد. آن روز حدود 60 کارگر چینی شرکت به نشانه اعتراض به خاطر دریافتی معاش و هم از بسته شدن راه به سبب پاندمی کرونا ویروس کارشکنی کردند. مقامات گفتند از راه مذاکرات این بحران حل شد. کارخانه سال امکان کارکردی 1,000,000 تن معدن سربروه را دارد. 20 می سال 2015 وزیر معارف تاجیکستان نوریدین سعید گفت از سپتامبر آن سال تمام لیسه های ترکی در کشور به مکتب های خوانندگان بالایاقت تبدیل شده، تعلیم زبانی ترکی نیز لغو می گردد. کارشناسان گفتند بستن مکتب های موفق ترکی در تاجیکستان در مشورت با انکاره کرده شده است که این مؤسسه ها را مربوط به روحانی مخالف حکومت ترکیه فتح الله گولن می نامند. 20 می سال 2020 در دوشنبه سیف رحیمزاده فردی نویسنده و رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کشته شد. قتل او را ادامه سلسله کشتارهای شخصیت های معروف جامعه می نامند که با اتهام مقامات رسمی کاری دست گروه های مربوط به مخالف حکومت می باشد. 20 می زاد روز دو شاعر معروف تاجیک مومن قناعت و لایق شیرعلی است که هر دو برای رشد فرهنگ و شعر تاجیک عمر خود را بخشیدند. مومن قناعت در 86 سال عمرش با شعرش دعوت به خودآگاهی و خودشناسی کرده است. لایق شیرعلی 59 سال عمر دید، ولی یکی از مردمی ترین شاعران بود که با یک شیوه نشان رس و روا از وطن و ملت و عشق و محبت ستایش کرده است. We'll be right back.
بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانده را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 20 می چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. خوشحالیم که با ما هستید و تا فردا خدا نگهدار.